نمودار ابتلا در کشور سعودی هست. به اصطلاح ما در بازوی سعودی شیوع این بیماری هستیم. پیشروی مرگبار ویروس کرونا در ایران، آیا تغییر روش تشخیص به مهار بیماری کمک میکند؟ همچنین در برنامه امشب، مرگبارترین روز ایتالیا از زمان شروع بحران کرونا، تمام کشور قرنطینه شد. پشت پرده بازداشت چهره‌های برجسته خانواده سعودی، آیا سعی داشتند جلوی پادشاهی محمد بن سلمان را بگیرند؟ و مهاجری افغان مدل سال کشور اتریش. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ویروس کرونا جدید حالا روی بدش را به کشورهایی که جدی نگرفتندش نشان می‌دهد. ایتالیا و ایران مرگبارترین روزشان را تجربه کردند. در ایتالیا نزدیک به 170 نفر و در ایران 54 نفر جانشان را در 24 ساعت گذشته از دست دادند. در هر دو کشور هم حدود 1000 نفر به آمار مبتلایان اضافه شدند. این تازه در حالی است که در ایران مسئولان محلی در مورد تعداد دقیق مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا تردید دارند. بسیاری کارشناسان میگویند با توجه به کاهش آمار مبتلایان در چین، شاید در ایران هم تعداد مبتلایان به اوجش رسیده و از این به بعد کاهش پیدا کند. چقدر این مسئله صحت دارد؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. وضعیت در کاشان و آران و بیدگل خوب نیست. قرار است از ورود ماشین‌های غیربومی و سفرهای غیر ضروری به این دو شهرستان جلوگیری شود. در دو شهرستان کاشان و آران بیدگل ما 88 فوتی داریم. این 88 از ابتدا؟ بله، از زمانی هستش که خب بیماران درگیر این موضوع شدن، یعنی از ابتدای اسفند ماه امسال. بله. و با تمام پیشگیری‌ها و اقداماتی که شده خب این آمار تأسف انگیز وجود داره. بله. حدود 1056 نفر در حال حاضر درگیر این مبتلا هستن، بیماری هستن. در نیشابور هم وضعیت قرمز است. حمید گرمابی نماینده این شهر در مجلس گفته نیشابور دو بیمارستان دارد و تاکنون 110 نفر در این شهر به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شدند. حالا در اصفهان هم نگرانی‌های درباره افزایش موارد ابتلا به کرونا وجود دارد. سخنگوی شورای شهر اصفهان میگوید مسئولان دانشگاه علوم پزشکی این استان گفتند ورودی‌های اصفهان باید بسته و مراکز مختلف شهر و بازار تعطیل شود. او رئیس جمهور و استاندار را مسئول جان شهروندان اصفهان دانسته. اما بر اساس آمار رسمی که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر شده، تا ظهر سه‌شنبه تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 8042 نفر رسید. 291 نفر هم جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار 2731 نفر هم تاکنون بهبود پیدا کردند. آمار غیررسمی و منابع محلی نشان می‌دهد که تعداد مبتلایان و درگذشتگان بسیار بیشتر از آمار وزارت بهداشت است. تا آستانه تصمیم رفت. در حالی که محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته مراکز درمانی این نهاد برای مقابله با کرونا آمادگی کامل دارند، در روزهای گذشته خبرهایی از نبودن تخت کافی برای بیماران و کمبود امکانات برای رسیدگی به مراجعه کنندگان به بیمارستان‌ها منتشر شده. اسدالله عباسی نماینده رودسر گفته امکانات درمانی در استان گیلان برای ساکنان آن هم فراهم نیست و بیمارستان رودسر دستگاه اکسیژن و سی تی اسکن ندارد و حتی دستکش و ماسک را هم مردم به بیمارستان هدیه می کنند. گفتم آقای مطمئنی الکل؟ بله، 75% الکل. در این میان بعضی هم برای ضد عفونی به الکل تقلبی روی آوردند. رئیس کل دادگستری خوزستان از دستگیری 5 نفر از کسانی که آنها را عوامل مسمومیت الکلی در خوزستان مینامید خبر داده. در روزهای گذشته 270 نفر در خوزستان به دلیل مصرف الکل تقلبی به بیمارستان ها مراجعه کردند. 36 نفر آنها جان خود را از دست دادند و حال بعضی از آنها وخیم است. خیلی ها این روزها در قرنطینه خانگی هستند یا برنامه سفر و کارهای روزانه خود را تعطیل کردند، مثل اینجا فرودگاه مشهد. اما بعضی هم ناچارند در مکانهای عمومی و سر کار خود حاضر شوند. همچنان دادگاه ها برقراره و برگزار میشه. الان من مجبورم به عنوان وکیل دادگستری
دادگاه هامو شرکت کنم. با این شرایطی که هر روز هشدار میدن میگن برای کرونا خونه خارج نشیم، نگرانم. دور بخور. دستفروشان، کارگران روزمزد و افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند از جمله افرادی هستند که این روزها امکان قرنطینه کردن خود را ندارند، مثل اینجا در شرکت نیشکر هفت تپه. در بسیاری از شهرها ساعت کار ادارات کم نشده، تا جایی که محمد رضا نجفی نماینده تهران عادی کردن ساعت کار ادارات را کاملا غلط دانسته و گفته چطور بدون تعطیل کردن اداره ها از مردم می خواهید که در خانه بمانند. او همچنین گفته وزیر بهداشت باید قاطعانه در برابر فشارها ایستادگی کند و به عنوان دبیر ستاد ملی به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه دستور تعطیلی محاکم و ادارات را ابلاغ کند. کمتر از 10 روز به عید نوروز مانده، عیدی که امسال نشان کمرنگی از آن در خیابان‌ها و کوچه‌ها دیده می‌شود. بیشتر استان‌های ایران هشدار دادند مسافران نوروزی را نخواهند پذیرفت. به نظر می‌رسد چاره فعلا ماندن در خانه است. فرین عاصمی، بی بی سی. دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و سلامت از دوشنبه تاجیکستان با ما هست. آقای علایی، ممنون که وقتتون رو به ما دادید. امروز هم همونطور که پیش بینی میشد تعداد خیلی زیادی به تعداد مبتلایان به این بیماری کووید 19 افزایش پیدا کرد در ایران. بیش حدود 900 نفر در ایران امروز اعلام شد که اضافه شده به این عدد. خیلی ها تشکیک میکنن در مورد توانایی ایران در انجام این تست کرونا و خیلی ها میگن وزارت بهداشت به اندازه کافی اقدام نمیکنه و عمل کافی انجام نمیده. نظر شما چه است؟ عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. نکته اولی که باید بهش پرداخت اینه که جامعه و مردم باید اول آرامش خودشان حفظ کنند و اطمینان کنند که کسانی که دارن در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها خدمت رسانی می‌کنند هم از دانش کافی برخوردارند، هم دسترسی به دستگاه‌هایی که بتواند این ویروس را تشخیص بدهد وجود داره در بسیاری از استان‌ها. مشکلی که وجود داره کمبود تست تشخیصی کرونا است، یعنی تکنولوژیش و دانش برای تشخیص و حتی پزشکا بر اساس علائم بالینی یا پاراکلینیک مثل آزمایش خونهای دیگه و تشخیصات سی تی اسکن میتونن گمان ببرن و تشخیص قطعی کنن، منتها کمبود کیت هست. حالا این کمبود کیت فقط مختص ایران نیست، در آمریکا، در اروپا، در دنیا چون یک بیماری نوپدیده ما کمبود کیت تشخیصی داریم. چه باید کرد؟ باید غربالگری انجام بشه، یعنی افرادی که فقط علامت خفیف بالینی دارن اونا نیاز نیست که برن تشخیص قطعی بشن، اونا بهتره در خانه بمانن. افرادی که علامت‌های تنفسی شدید دارند وقتی که مراجعه می‌کنند از طریق تماسی که با دکتر دارند، اونجا میشه آزمایش‌های اولیه‌ای که در بسیاری از لابراتوارهای ایران قابل انجامه، یک تست سنجش سلول‌های سفید خونه و یک المان‌هایی از این سلول سفید به اضافه یک عکس قفسه صدری، قفسه سینه و سی تی اسکن میتونه گمان بر بشه و بعد اگر نیاز قطعی بود تست کرونا انجام میشه. این آیا با سی تی اسکن ریه میشه تصمیم قطعی بگیره دکتر در مورد اینکه اون فرد آیا کرونا داره یا نه؟ ببینید، مهم اینه که سوال اختصاصی که فردی که میخواد خدمت رسانی کنه به عنوان پزشک اینه که آیا مهم تشخیص قطعی کرونا است یا با گمان بردن به کرونا هم میشود اقدام کرد؟ میشه، چون ما میبینیم که مشکل فوت سندروم فوق حاد تنفسیه، دیسترس تنفسی فوق حادی که ایجاد میشه اون خطر مرگ داره و این رو میشه با سی تی اسکن تشخیص داد. ولو اینکه 100% ما گمان کرونا رو هم نبریم میشه اقدامات اولیه رو انجام داد. منتها از لحاظ وزارت بهداشت، ببینید شما هر روز میبینید که وزارت بهداشت آمار قطعی رو اعلام میکنه ولی در جامعه، در نیروی متخصص آمارها زیادتره. این تفاوت آمار به خاطر اینه که وزارت بهداشت اندوخته اندکی برای تشخیص قطعی داره، باید بیاد کارش رو عوض کنه، دو تا آمار بده، یکی افرادی که
با علامت‌های کلینیکی و پاراکلینیکی مثل سی تی اسکن یا انجام سلول‌های سفید گمان می‌بریم کرونا دارند و از بین آنها چقدر فوت شده و افرادی که قطعاً تشخیص شدند و از بین آنها چقدر فوت شده. این باعث میشه که آمار جامعه که مردم می‌بینن با آماری که رسماً اعلام میشه نزدیک به هم بشه و این همدلی ایجاد کنه بین جامعه و مسئولین. و به نظر میرسه که وزارت بهداشت هم احتمالاً این کار رو نمی‌کنه چون از ایجاد ترس در جامعه هراس داره، چون اون آمار افرادی که مشکوک به ابتلا هستند خیلی بیشتر از اون آماری خواهد بود که به صورت قطعی میشه راجبشون صحبت کرد. به نظر من اگر آمار زیاد بشه ایجاد ترس نمیکنه، بلکه باعث میشه مردم این موضوع رو جدی بگیرن، چون این یک واقعیتی در جامعه وجود داره. اگر تصور بر اینه که آمار اگر افرادی که گمان میبریم تعدادش زیاد میشه در جامعه ترس ایجاد میکنه، اینجوری نیست. چون ما میبینیم که وقتی که گزارش میشه که افراد دارن به صف میرن رو به شمال یا اینکه درگیر میشن برای رفتن سفر، این یعنی اینکه قشر زیادی از جامعه هنوز بیماری رو جدی نگرفته. و وقتی که نشان بده وزارت بهداشت افرادی که گمان برده میشن اینقدر هستن و در بین اینها ما اینقدر هم فوت داریم، چون مثلا گزارش میاد نماینده فلان شهر میگه 200 نفر فوت کردن، وزارت بهداشت همونجا میگه قطعی تشخیص شده مثلا 20 نفرن. این هر دو تا آمار درسته، چون اون 200 نفر قطعا تست تشخیصی نشدن ولی به احتمال قریب به یقین به خاطر کرونا فوت شدن. این باعث میشه که جامعه جدی بگیره، چون جامعه ترسش الان هیچ تفاوتی نمیکنه که آمار زیاد بشه یا نه. همزمان 36 نفر امروز در اهواز به دلیل مسمومیت الکل درگذشتند و همینطور در استانهای دیگه، در شهرهای دیگه هم این آمار زیاد شده، الکل تقلبی مصرف میکنند به این امید که ویروس کرونا رو از بین ببره. این شایعه از کجا شروع شد و چقدر واقعا میتونه صحت داشته باشه؟ واقعا این تأسف‌باره و واقعا من نمیدونم این شایعه از کجا آمده. ببینید، در عالم واقعیت الکل سفید 70 درجه قدرت از بین بردن ویروس ها و میکروب ها رو داره، ولی این الکل اولش باید اینه باشه که سلامت باشه، دوم 70 درجه باشه، صنعتی نباشه. حالا بحث ویروس کرونا، ویروس کرونا دو بیماری تنفسیه، یعنی حتی اگر الکل 70 درجه رو در دهان بریزیم به ششها وارد نمیشه و این ویروس در نای و ششه. پس این یک باور غلط در کل. منتها الکل‌های صنعتی خودشان باعث کشندگی میشوند و مشروبات الکلی هم آنقدر الکل ندارند که بتوانند خاصیت ضد عفونی کنندگی داشته باشند، ولو اینکه ما بخوایم در سطح استفاده ازش کنیم. حتی اگرم این خاصیت داشته باشن، چون بیماری تنفسی است، هیچ گونه تماسی بین این الکل و ریه ها و شش ها وارد نمیشه. پس این یک باور کاملا غلطه و افراد خودشون در معرض خطر مرگی قرار میدن که به هیچ عنوان نباید انجام بشه. باید دوستان، جامعه اعتماد کنن به پزشکا، به پرستارا. وقتی که گزارش میاد اینقدر پرستار اینقدر پزشک دارن میمیرن، اونها عزیزانی هستن که اطلاعات لازم دارن، دارن خدمت رسانی میکنن. منتها جامعه هم باید بیاد دست به دست خدمت رساننده ها بده. وزارت بهداشت به تنهایی نمیتونه این بیماری رو کنترل کنه، مگر اینکه مردم، جامعه مدنی اعتماد و باور کنن به اطلاع رسانی هایی که میشه. ممنونم از شما آقای علایی. دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو بین‌المللی آموزش و سلامت. اما همونطور که پیشتر هم گفتیم، این بیماری به شدت در ایتالیا هم امروز قربانی گرفته، تعداد بسیار زیادی، 168 نفر اگر بخوایم به طور دقیق بگیم، و تعداد مبتلایان به این بیماری کووید 19 در ایتالیا به 10149 نفر رسیده. در ایران هم وضعیت امروز بسیار قرمز بود، وضعیت بدی بود، به این دلیل که تعداد مبتلایان 881 نفر امروز در ایران مبتلا شدند به این ویروس. بسیاری گفتند که شاید این اوج بحران باشه و بعد از اون کمی شاهد این باشیم که تعداد مبتلایان کاهش پیدا کنه. اما برای بحث در همین مورد دکتر مارگریت هریس با ما هست، سخنگوی سازمان
بهداشت جهانی از زوریخ. خانم هریس، داشتم میگفتم که بسیاری فکر میکنند که شاید آنچه که از آمارها داریم میبینیم، به خصوص اینکه آمار در ایتالیا امروز خیلی بالا رفت و همینطور در ایران، آیا میشه گفت که ما به اوج بحران رسیدیم و از این به بعد شاید شاهد کاهش تعداد مبتلایان باشیم؟ ما واقعا نمیتونیم در این مرحله چنین حرفی رو بزنیم که تعداد مبتلا بالا میره یا پایین. ما در چین دیدیم که اونها به خودشون این حق مداخله رو دادن که مانع رفت آمد مردم بشن و مردم رو مجبور کردن که در خانه بمونند و تدابیر لازم رو به کار بگیرن و بعد اون موقع دیدیم موارد ابتلا به پایین رفت. ولی الان که موارد داره بیشتر میشه، فقط باید صبر کنیم و ببینیم که آیا این تدابیر جواب میده یا نه. آیا WHO و سازمان بهداشت جهانی برنامه‌ای برای کمک به کشورهایی مثل ایران که مثلا در بیمارستان‌ها لباس به اندازه کافی نیست و همینطور کیت‌های تشخیص این بیماری نیست، آیا برنامه‌ای برای کمک به اونها هست یا نه؟ سازمان بهداشت جهانی در ایران بوده، ایران درخواست کمک کرده و ما هم یک هیئت رو فرستادیم به ایران و اینها به بیمارستان‌ها رفتن و بله، داریم بسیار به ایران کمک می‌کنیم. وقتی همکاران شما در ایران بودند، عملاً نسبت به اقداماتی که ایران انجام داده ابراز خرسندی کردند، اما در این حال انتقادهایی هم هست در مورد این که مثلا تعداد مبتلایان و همینطور تشخیص بیماری در ایران چطور داره انجام میشه. در مورد اینها سوالهایی هست. آیا شما هم در مورد این مسئله چیزی شنیدید و آیا از این انتقادها آگاه هستید؟ ظاهراً ارتباط ما با خانم هریس قطع شده و امیدوارم که همکاران بتونن در ادامه برنامه با دکتر هریس بتونیم صحبت بیشتری بکنیم. اما بعضی از بینندگان بی بی سی از مشاهدات خودشون درباره وضعیت شهرشون برامون گفتن و اینکه مردم چقدر به نکته‌های مربوط به پیشگیری از شیوع بیماری کرونا توجه میکنن. با هم بشنویم. مردم اصلا انگار نه انگار که ویروسه، انگار نه انگار که کرونایه، در حال قدم زدن، در حال راه رفتن توی شهر، خیلی عادی فروشنده های تره بار دستشون رو میزنن به زبونشون برای شمردن پول، انگشتشون رو میزنن به زبونشون برای اینکه اون کیسه پلاستیکی رو باز کنن، بتونن باز کنن، انگشتشون رو میزنن به زبونشون. وقتی هم که بهشون میگیم، میگن که این حرفا چیه، ویروس کجا بوده، مریضی کجا بوده، شما خودتون درگیر این ویروس کردین، دم عیدی بیمارستان شهرمون داره پر میشه، ورزشگاه شهرمون رو تبدیل به بیمارستان دارن میکنن، همه چیز دست خود مردمه، تا مردم رعایت نکنن هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ مشکلی حل نمیشه، مسئولین که خوابن. امروز تازه بازار بزرگ میوه فروشی و لبنیات فروشی کاشان رو تعطیل کردن در اطلاع ثانوی، ولی خب هنوز سوپرمارکتی ها و غیره تعطیل نشدند. تو شهر یزد نسبت به روزهای اول، هفته اول که صحبت از کرونا و ورود کرونا بود، خیلی خیلی مردم بیشتر دارن رعایت میکنن، بیشتر برای خودشون محافظت ایجاد میکنن و دست نمیدن و نزدیک نمیشن به هم، سعی میکنن همه در مقابل هم رعایت کنن، تعارفاتو کنار میذارن. فقط یک مشکلی که هست که روی زمین ریخته میشه مثل دستکش ها و اینها خیلی زیاده، منم دیدم و همه داریم میبینیم. در واقع اینجا شهر ارومیه، من خودم که الان نزدیک به 20 روز از خونه پامو نذاشتم بیرون، اصلا بیرون نرفتم، ولی اونجوری که میبینم از اطرافیانم، فک و فامیل، همسایه ها، هیچ کدوم رعایت نمی کنن جز این که مثلا ماسکی، دستکشی، اونم که اونایی که گیرشون اومده استفاده میکنن. کوچه ها پر از بچه ها، رفت آمد، بازارا هنوز بازن، ارومیه همه به فکر عیدن. وقتی هم به یه نفر یه چیزی میگی، میگه بابا خرافاته دیگه، کدوم کرونا، کدوم بیماری،
همسر خود من زندانی است. با همسرم هم حرف میزنم، میگه اینجا تو زندان هستن دستکش و ماسک و نمیدونم توجه اینا هیچی نیست. میگه هیچ کس هم باور نمیکنه، همه میگن بابا خرافات فلان بهمانه. در شهر ما متاسفانه رعایت نکات بهداشتی به شدت ضعیفه. مردم از روزهای عادی قبل از شیوع ویروس کرونا هم بیشتر در خیابان ها هستن، قدم زدن در پارک ها و حضور گسترده مردم در خیابان ها یک امر عادی در این روزها. ما متاسفانه الان در شهر خودمون و البته جاهای دیگه هم قطعا همینطور دو تا مشکل داریم. اولا اینی که نمیتونیم بریم بیرون به خاطر اینی که به حال این چرخه رو میخوایم از کف خیابون جمع آوریش کنیم. از طرف دیگه نمیتونیم که نیایم بیرون، یعنی مسئله اقتصادی دیگه داره واقعا داره بهمون فشار میاره. خب چجوری زندگی رو اداره کنیم، چجوری اموراتمون رو بگذرونیم؟ خب تمام هزینه ها کماکان پا برجاست، یه مقدار هزینه ها تازه الان افزایش پیدا کرده. صدای تعدادی از مخاطبان ما بود که در مورد این مسئله صحبت میکردم. همونطور که پیشتر هم گفتیم محدودیت ها برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا در ایتالیا افزایش پیدا کرده، از جمله اینکه ممنوعیت رفت و آمد و همینطور برگزاری تجمعات و مراسم عمومی. برای بحث بیشتر در این مورد خانم مسیح با ما هست، ساکن برگامو از حوالی میلان در شمال ایتالیا. خانم مسیح، نمیدونم صحبت‌های تعدادی از هموطنان رو شنیدید یا نه، اونها میگفتن که خیلی‌ها در ایران جدی نگرفتن مسئله رو. وضعیت در ایتالیا چگونه است؟ اینجا هم تقریبا دو یا سه هفته پیش مردم ایتالیا جدی نگرفته بودن، مخصوصا این شهری که من توش هستم، و تقریبا یک هفته است که میبینم که دارن رعایت میکنن، جدی گرفتن، و از دیروز هم که اعلام شده که قرنطینه کامل هست و همه همکاری دارن میکنن خوشبختانه. خیلی باعث خوشحالی من هم هست. و عملا شما چه کاری انجام دادید در طول این چند روز گذشته؟ خب من خودم به شخصه تقریبا دو هفته است که در منزل هستم، فقط مواقع ضروری خارج شدم از منزل برای رفت فروشگاه ها و حالا برای تهیه مواد غذایی، و تو این مدت هم می دیدم که شاهدش بودم که مردم واقعا رعایت می کردن، حالا این چند روز اخیر بیشتر حتی، و در فروشگاه هم که الان می بینم که خیلی فاصله تقریبا همون یه متر رو رعایت می کنن، و چیزایی بود که من شاهدش بودم و می دیدم در شهر. آیا از اطرافیان خودتون یا آشنایان کسی رو میشناسید که مبتلا شده باشه به این ویروس در ایتالیا؟ در ایتالیا نه، کسی رو نمیشناسم، ولی خب در ایران متاسفانه میشنوم و امیدوارم که زودتر این مشکل برطرف بشه و نمیدونم واقعا باعث ترس این. اگه کمی برامون بگین که دولت عملاً چه کارهایی انجام داده برای مردم، به خصوص شما که در شمال ایتالیا هستین، چون از اونجا بیشتر شروع شد و بعد آرام آرام به سمت جنوب رفت. در ابتدا و حالا حتی همین الان چه کارهایی انجام داده دولت؟ در هفته گذشته دولت اعلام کردن که خیلی از جاها رو، خیلی از شرکت‌ها رو باید به صورت نیمه تعطیل یا تعطیل در بیاد، و خیلی ها این دستور رو اجرا کردن، ولی خب می دیدم که بعضی از بارها رستوران همچنان کار خودشون رو ادامه می دادن و خیلی جدی نمی گرفتن. ولی این روزهای آخر دولت خیلی سختگیری داره می کنه و حتی جریمه گذاشته برای ترددهای بیمورد، تجمعهای بیمورد، و حتی 3 ماه زندانی گذاشته برای کسایی که سرپیچی کنن از این قانون. و امروز من مجبور بودم که یه 2 ساعتی از منزل خارج بشم، واقعا دیدم که شهر کاملا خلوت، بارها رستوران‌ها کاملا تعطیل هستن و تعداد آدمایی که تو شهر می دیدم خیلی کم بود.
و خوشحالم از این بابت که دارن همکاری میکنن و مطمئنم که خیلی زود میتونن جلوی انتشار این ویروس رو بگیرن. امروز با یکی دیگه از هموطنان ایرانی که در روم صحبت میکردیم میگفت شرکت اونها تعطیل نکردن و او هم مجبور شده به سر کار بره. آیا شما هم همین وضعیت رو داشتید یا متفاوت بود؟ نه، من چیزهایی که شنیدم واقعا تعطیل هستن. تا چند روز قبل نه، بعضی از شرکت‌ها نیمه تعطیل بود، یه چند ساعتی میتونستن برن کار کنن، ولی خب الان کاملا تعطیل، همه جا هیچ جای باز نیست و خیلی از شرکت‌ها به صورت مجازی دارن کارشون رو اداره میکنن. ممنونم ازتون خانم مسی، ساکن برنامو برگامو از حوالی میلان. با ادامه بحران بورس به دلیل شیوع کرونا در آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده به کنگره پیشنهاد میکنه مالیات بر درآمد رو به طور عمده کاهش بده و کمک‌های مالی برای کارگران ساعتی و کسب و کارهای خرد و شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی سیاحتی در نظر میگیره. قرار دونالد ترامپ پیشنهاداتش رو تا ساعت دیگر اعلام بکنه. در آمریکا بیش از 700 نفر به ویروس کرونا مبتلا هستند و دست کم 27 نفر بر اثر ابتلا درگذشتند. این کشتی سیاحتی با حدود 3500 مسافر از بیش از 50 کشور برای روزها در کانون خبرهای کرونایی آمریکا بود. حالا بالاخره در بندری در اوکلند لنگر انداخته. بعد از 5 روز معطلی روی آب، دست کم 19 قدمه و 2 مسافرش تایید شده که مبتلا به ویروس کرونا هستند. در آمریکا تاکنون دست کم 27 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جانشان را از دست دادند و بیش از 700 نفر هم تایید شده که مبتلا هستند. عمده آنها در ایالت واشنگتن و از منشأ این مرکز مراقبت از سالمندان و بیماران. اما حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا حالا درگیر این ویروسند، دست کم تا جایی که بررسی شده. رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید قصد دارد معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد تا از فشار به کارگران ساعتی و کسب و کارهای خرد کاسته شود. در روزهای اخیر کرونا بازار سهام آمریکا را هم بحرانی کرده. سقوط ارزش سهام، آن هم در ماه‌های مانده به انتخابات ریاست جمهوری، به خصوص برای دونالد ترامپ که به رونق بورس مباهات می‌کرد و آن را از موفقیت‌های خودش می‌شمرد، خبر خوبی نیست. دو عضو مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند خودشان را قرنطینه می‌کنند چون مطلع شدند با کسی تماس داشتند که بعد معلوم شد مبتلا به کرونا ویروس است. هر دوی آنها قبل از اینکه به این قرنطینه خودخواسته بروند، با دونالد ترامپ دیدار داشتند. یکیشان مت گیتس همراه او در خودرو و هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا سوار شده بود، کسی که در روزهای گذشته برای دست انداختن نگرانی‌ها درباره کرونا با چنین ماسکی به کنگره رفت. خود دونالد ترامپ هم بارها تلاش کرد بحران شیوع کرونا در جهان را به یک مسئله گذرا تقلیل دهد، از جمله با چنین توییت هایی مثل این که کرونا را با آنفولانزای معمولی مقایسه کرده و گفته با تلفات ناشی از آن چیزی تعطیل نشد و زندگی پیش رفت. مقایسه‌ای که مقامات درمانی هشدار می‌دهند غلط انداز است، چون ویروس کرونا خیلی واگیرتر است و آمار مرگ بر اثر آن هم خیلی بالاتر. با چنین موضعی از طرف رئیس جمهوری آمریکا، در روزهای گذشته انتقادها از عملکرد دولت مطرح شده درباره اینکه چرا ابزار آزمایش بیماری ابتدا دیر و کم در اختیار ایالت‌ها قرار گرفت. کارشناسان میگویند با محدودیت‌های اولیه برای آزمایش کرونا، حالا احتمالاً شیوع این ویروس در آمریکا بیش از چیزی است که مقام‌های درمانی توانستند رصد و ردگیری کنند. مرکز مهار و پیشگیری از بیماری‌ها CDC از شمار افرادی که درباره ابتلا به ویروس آزمایش شدند آمار جدیدی نمی‌دهد. در اغلب ایالت‌های آمریکا مرخصی استعلاجی با حقوق در قانون اجباری نیست و به این ترتیب کسانی که در این ایالت‌ها در معرض ویروس و بیماری قرار بگیرند، بسته به لطف کارفرمایشان ممکن است در دوره مرخصی استعلاجی حقوق بگیرند یا نگیرند. همچنین نگرانی‌هایی هست درباره شیوه مواجهه شرکت‌های بیمه در آمریکا که خصوصی‌اند. دولت می‌گوید بودجه اضطراری حدوداً 8.5 میلیارد دلاری فعلاً بخشی از مشکلات را حل می‌کند. بعضی بانک‌ها و شرکت‌های اعتباری هم دارند پیشاپیش به کسانی که قسط دارند خبر می‌دهند که می‌توانند به آنها مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی‌شان بدهند. مقام‌های ایالتی درباره افزایش قیمت ضدعفونی کننده‌ها هشدار می‌دهند. از جمله اینجا اندرو کومو، فرماندار ایالت نیویورک، به آمازون و بقیه فروشگاه‌ها و تولیدکننده‌های ضدعفونی‌ها هشدار می‌دهد که اگر قیمت‌ها را مهار نکنند، جریمه در انتظارشان است. همه اینها در ماه‌های مانده به انتخابات ریاست جمهوری که تجمع‌های نامزدها پرشورتر می‌شود. انتقاد به وضع بیمه درمانی و نظام سلامت در آمریکا از شعارهای اصلی مخالفان دونالد ترامپ است. با شیوع کرونا، نگرانی‌ها و هشدارهای آنها درباره یک بحران درمانی زیر پوست آمریکا بالا گرفته. هادی نیلی، خبرنگار ما از محافل کاخ سفید در واشنگتن با ما هست. هادی، این معافیت‌های مالیاتی یا معافیت‌های مالی که به هر حال امروز دونالد ترامپ اعلام کرده، چه واکنشی رو در بازار داشته؟
به نظر میرسه بازار سهام نیویورک حالا یا فقط به خاطر این موضوع یا از جمله به خاطر این موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا واکنش مثبتی نشون داد و کمی از دوشنبه، روزی که به دوشنبه سیاه معروف شد در رسانه‌ها، کمی از سقوط رو جبران کرد. وضعیت بازار سهام بهبود پیدا کرد. روز گذشته ما دیدیم که در ابتدای شروع به کار بازار سهام اونقدر سقوط کرد که برای دقایقی بازار رو تعطیل کردن، بورس رو تعطیل کردن تا فرصت دوباره باشه برای اینکه بورس بازان و سهامداران بتونن به خرید و فروش از سر بگیرن. همین ساعتی پیش دونالد ترامپ در ملاقاتی که در کنگره آمریکا داشت با مشخصاً جمهوری‌خواهان ارشد در کنگره، چون سنا دست جمهوری‌خواهان همحزبی‌های رئیس جمهور آمریکا هست، بعد از اون جلوی دوربین اومد و باز هم سعی کرد این وضعیت و این شیوع ویروس کرونا رو تقلیل بده به یک موضوع گذرا، گفت جای نگرانی چندانی نیست. در این حال خواست به بعضی نگرانی‌ها و انتقادهایی که در روزهای اخیر مطرح شده پاسخ بده، از جمله در مورد نبودن یا کم بودن تست ها، بسته های آزمایشی ویروس کرونا، اینکه اساسا چقدر میشه، چه تعدادی رو میشه بررسی کرد به مبتلا به ویروس هستن یا نه، انتقادی بود که در هفته گذشته مطرح شده بود. الان دولت آمریکا میگه هر کس که بخواد تست بکنه براش امکانات هست. البته ناظران فضای سلامت و درمان معتقدن که هنوز توانایی این تعداد تست وجود نداره، هرچند خیلی بیشتر از قبل شده. مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور و کسی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس این ستاد و گروه مقابله با کرونا منصوب کرده، قبل از اون در کاخ سفید گفت که شرکت‌های بیمه که در آمریکا خصوصی هستند قبول کردند که هزینه تست کرونا، هزینه آزمایش کرونا را کاملا لغو بکنند و همینطور افرادی که بابت ابتلا به بیماری کووید 19 باید بستری و درمان بشن، هزینه دوره درمانشون هم از طرف بیمه ها لغو میشه. این چیزی است که معاون اول رئیس جمهور بعد از جلسه رؤسای شرکت های بیمه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اینجا در کاخ سفید اعلام کرد. خبر خوبیه که به هر حال حداقل اون هزینه تستا برداشته شده، برای اینکه این خبر خوبی هم برای کسایی مثل من و تو که با این حقوق کم دارن کار میکنن نیست. هادی ممنونم ازت، هادی نیلی خبرنگار ما از واشنگتن. اما دکتر مارگریت هریس، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی، دوباره به ما پیوسته از زوریخ. خانم هریس، فکر می‌کنم خیلی‌ها چشم امیدشون به سازمان بهداشت جهانی هست که حرف امیدوارکننده‌ای از این سازمان بشنوند، این که بالاخره کی این ویروس دست از سر ما برمی‌داره. ما دیدیم که چین تونست این کار را انجام بده. ما دیدیم که اگر شما تدابیر لازم رو به کار ببرید، تدابیری که ما معتقد هستیم جواب میده ولی سخت هستند، مثلا قرنطینه خانگی، پرهیز از اجتماعات، نگه داشتن فاصله بین افراد، ما میگیم حدوداً توصیه میکنیم 1 متر آدم ها از هم فاصله داشته باشن، کار از خونه، ماندن در خونه، انجام کارهایی که شاید وسایل حمل و نقل عمومی رو کمتر متراکم کنه، مرتب شستشوی دست‌ها، همه این توصیه ها رو اگه شما انجام بدید، این دیسیپلین رو داشته باشین که به صورتتون دست نزنین، به دهنتون دست نزنین، به دماغ و چشتون دست نزنین، وقتی غذا میخورید با قاشق چنگال غذا بخورین، اگه میخواین دست بزنین به صورتتون، اطمینان حاصل بکنین که دستتون واقعا تمیز هستش، بیش از 20 ثانیه دستاتون رو با صابون بشویید. اگه شما همه این کارها رو انجام بدین و چین هم نشون داده که شما میتونین این کار رو نشون بدین، میتونین موارد ابتلا رو کاهش بدید. خب چین با قرنطینه کامل یک استان موفق به این کار شد و چه تضمینی وجود داره وقتی که اون قرنطینه اون استان برداشته میشه دوباره شرایط به اون حالت گذشته برنگرده؟ Exactly right. بله، حرف شما درسته. کشورهای مختلف از ویروس سارس در سال 2003 یاد گرفتن که شما باید پاکیزگی رو همواره رعایت بکنین. مسئله نیست که شما رفتارتون رو فقط چند هفته عوض بکنین. شما باید همیشه تمیز بمونید.
سنگاپور خیلی موارد وارداتی از شیوع ویروس کرونا رو داشت، اما تونستن موارد ابتلا رو پایین نگه دارن، تونستن روند شیوعش رو کاهش بدن، برای که اونا در جریان شیوع ویروس سارس این مسئله رو به خوبی یاد گرفتن و دارن به خوبی انجامش میدن. با توجه به اینکه ویروس ها جهش پیدا می کنند و مقاوم تر می شند در طول سالیانی که می گذره، فکر می کنید آیا باید منتظر بود که در سالهای آینده هم با ویروس های خطرناکتر یا حتی خطرهای میکروبی بیشتری مواجه بشه جهان؟ این اتفاقا یکی از دلایلی هستش که ما دوست نداریم چنین شیوع گسترده‌ای رو ببینیم. ما نمیخوایم ویروس ها انقدر در بدن ما راحت بشن که دچار که بتونن جهش بکنن. وقتی یک ویروس از داخل یک حیوان به انسان منتقل بشه این خوب نیست. در سارس این اتفاق افتاد، اون یک ویروس بسیار کشنده بود اما انقدر مصری نبود. برمه حرف شما درست هست، این ویروس کرونا خیلی مصری هست و داخل انسانها راحت سرایت میکنه، ولی ما نمیخوایم این راحت این کار انجام بده که بعدا بتونه جهش بکنه و خطرناک بشه. چیز دیگه که ما نمیخوایم اینه که ویروس های بیشتر از این داخل حیات وحش به انسانها منتقل بشن. برای همین باید احترام بیشتری برای حیوانات قائل بشیم. نباید اینقدر حیوانات رو در فضاهای متراکم در قفس نگه داریم و اونها رو اینقدر نزدیک به آدم ها بیاریم. بعد حواسمون باشه چجوری از حیوانات در تبدیل اونها به غذای خودمون مدیریت بکنیم تا ویروس های این حیوانات اینجوری به داخل انسان منتقل نشن. ممنون از وقت شما دکتر مارگریت هریس، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی. اما پژوهشگران در دانشگاه لیورپول بریتانیا میگن با رسیدن به نقشه ژنتیکی ویروس کرونا در بیماران مختلف شاید بشه نحوه سرایت بیماری کووید 19 رو از یک فرد به فرد دیگر مشخص کرد. اونا میگن انجام این کار چند ساعته ممکنه. جزئیات بیشتر در گزارش فرگوس واش. نمونه های حاوی ویروس کرونا این گونه به دانشگاه لیورپول منتقل می شوند. مهمترین چیز حفظ امنیت بیولوژیکی آدم هاست. این نمونه ها حاوی ویروسی به شدت مصری است. به دلایل ایمنی فیلم برداری از آزمایشگاه اصلی ممکن نیست. به همین دلیل این که می بینید فقط شبیه سازی مراحل اصلی کار است. پزشکان نحوه انتقال فرد به فرد ویروس را در بریتانیا بررسی می‌کنند. عده بیمار داریم که نمی‌دونیم چطوری به ویروس آلوده شدن، اما با بررسی مدل ژنتیکی اونا و مقایسش با بقیه بیمارها اون حلقه گم شده رو پیدا می‌کنیم. مثل داستان‌های کارگاهیه، شاید بشه نحوه گسترش بیماری رو بفهمیم و این ممکنه کمک کنه که در درازمدت جلوی شیوع بیشترش رو بگیریم. بررسی های ژنتیکی بسیار دقیق است، به طوری که پژوهشگران می توانند با بررسی زنجیره ابتلاها به شیوه انتقال ویروس از یک نفر به نفرات بعدی برسند. اینها نمونه هایی که از مبتلاها به کووید 19 در بریتانیا گرفته شده. البته اینها دیگه آلوده نیستند، اما وقتی ارتباط بین این نمونه ها پیدا بشه برای اولین بار تصویری واضح از دلیل بیماری رو به پژوهشگران میده. این دستگاه کوچک نقشه ژنتیکی خاص هر بیمار آلوده به کرونا را نشان می‌دهد و همینطور تمام باکتری‌ها و ویروس‌های دیگری که در بدن بیمار است. محققان از بررسی‌های قبلیشان روی نوع دیگری از ویروس کرونا به اسم مرس می‌دانند که در واقع یک عامل ترکیبی سبب مرگ و میر می‌شود. از فناوری برای گرفتن نمونه از بیمار و بررسی اون در چند ساعت استفاده می‌کنیم. اون باکتری خطرناک رو شناسایی میکنیم و یافته ها رو برای پزشکان میفرستیم تا آنتیبیوتیک مناسبی برای هر بیمار تجویز کنن و بیمار هرچی زودتر از شر کووید 19 خلاص بشه. نتیجه این تحقیقات شاید کمک کند که بدانیم چرا تنها حال تعداد کمی از مبتلایان کووید 19 آنقدر وخیم میشود و اکثریت نجات پیدا میکنند. دانسته هایی که در حفظ جان هزاران نفر بسیار مؤثر است. فرگوس واش، بی بی سی نیوز، لیورپول. یکی از چالش های این روزها در ایران و جهان زندگی در قرنطینه است. حوصله ها سر میره، سرگرمی ها تموم میشن و معاشرات تکراری میشن. اما چطور باید این روزها رو گذروند؟ فریبا ناطق با ما هست، روانشناس و مشاور از لندن، که در همین مورد صحبت بکنیم. خانم ناطق، کار خیلی سختی است برای ما که در زمان حاضر زندگی می‌کنیم، به سکوت عادت نداریم، به زیاد ماندن در خونه عادت نداریم. شما چه پیشنهادی میدید؟
با سلام به همه دوستان و هموطنان، خیلی همونجوری که شما فرمودین مشکل هستش، به خصوص کسایی که توی شهرهای بزرگ همیشه به این چی میگن شلوغی شهر و آدمای زیاد دور و برشون بودن عادت دارن و یک دفعه تمام اینها به فقط چهار دیواری خونه خودشون ختم میشه، خیلی مشکل هستش. در حقیقت خب همه به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمیگیرن، خیلیا اون سکوت و آرامشی که توی چهار دیواری خودشونو دارن براشون خیلی چیز مثبتی میبینن، اون چند هفته یا مدتی که باید توی قرنطینه باشن این رو ازش استفاده مثبتی میتونن بکنن، ولی برای بعضی ها خیلی خیلی مشکل هستش و اونایی که تنها هستن یک جور تحت تاثیر منفی قرار میگیرن و اونایی که با خانوادهشون هستن و تعداد زیادی توی خانواده روی اعصاب همدیگه میتونن برن و خیلی این 24 ساعت با هم بودن چیز خیلی خوبی براشون نیست و سخت هستش. توصیه شما چه هست؟ مثلا برای همون کسایی که شاید تنها هستند و براشون تو خانه ماندن هم کار راحتی نیست، به لحاظ روانی اونا رو تحت فشار قرار میده. در حقیقت این خب داشتن یک پلان، یک روش خیلی خوبه، یک چیزی که از قبل آدم به این چیزا در حقیقت داشتن کتاب توی خونه و چیزای بازی‌های مختلف اگر که خانواده اونایی که تنها هستن براشون هم دیگه گفتم مشکل تره، ولی این که سعی کنن تا اونجا که ممکنه اگر که کار میکنن و حالا به خاطر قرنطینه شدن مجبورن تنها باشن، همش سعی کنن در تماس باشن با محل کارشون، اگر بهشون اجازه میده کارشون رو بتونن ادامه بدن به طریق آنلاین، اگر که بازم خیلی کارا رو نمیتونن اینجوری به طریق آنلاین انجام بدن، ولی اونایی که میتونن خیلی مهمه که این کارشون ادامه بدن و خودشون تا اونجا که ممکنه سرگرم نگه دارن، در تماس باشن. این دو سه روز اول ممکنه خیلی براشون سخت نباشه، ولی هرچی این طولانی تر میشه سخت‌تر میشه. و اینکه ببینین این چیز شخص مشکل یک شخص نیست، یعنی در حقیقت ماها که میدونیم کسایی هستن تو این شرایط و سعی کنیم به هم دیگه کمک کنیم، باهاشون بیشتر در تماس باشیم و اگر کسی دست کمک دراز کرد این کمک رو قبول کنیم. داشتم راجع به یه خانومی میخوندم که برادرش توی قرنطینه بود و برادرش سعی میکرد که بهش کمک کنه، میگفت ببین من میام پشت در توی حیات، تو فقط در و پنجره رو باز کن از بتونیم با هم دیگه اونجوری حرف بزنیم. و این خانم اولش بهش میگه نه احتیاجی نیست و من نمیخوام و خودت زحمت نده، و ولی بعد یواش یواش متوجه میشه که نه چقدر براش این هی داره مشکل تر و مشکل تر میشه که کسی نباشه. در حقیقت خب این فکر به اینجور بحرانا، به یک موقعیتی که به ما میتونه کمک کنه که ما از نظرهای دیگه خیلی روش بکنیم و قوی تر بشیم، اینا همه چیزایی که ما میتونیم بهش به چیز خیلی منفی نگاه کنیم و یا میتونیم بهش یه جوری نگاه کنیم که میتونه خیلی اثرات مثبتی برای ما داشته باشه. اینو حتما شما شنیدین که این سمبول و یا کلمه‌ای که در چینی استفاده میشه برای بحران، همون کلمه رو برای موقعیت ازش استفاده میکنه، یعنی هر بحرانی در حقیقت توش یک موقعیتی هم نهاده شده. دقیقا، تبدیل کردن این تهدیدها به فرصت. ممنونم از شما فریبا ناطق، روانشناس و مشاور از لندن. بعد از گذشت 4 روز از دستگیری چند نفر از چهره‌های مهم خانواده سعودی، روزنامه گاردین گزارش داده که این افراد به اتهام توطئه علیه محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دستگیر شدند. به نوشته این روزنامه، شاهزاده‌های دستگیر شده که در میانشان نام برادر ملک سلمان پادشاه کنونی هم دیده می‌شود، در تلاش بودند تا جلوی پادشاهی محمد بن سلمان را بعد از درگذشت پدرش بگیرند. محمد بن سلمان در صورت رسیدن به قدرت نخستین نوه ابن سعود بنیانگذار عربستان خواهد بود که به مقام پادشاهی میرسد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
کمتر از 3 سال پیش تلویزیون دولتی عربستان برنامه‌هایش را قطع کرد تا خبری دور از انتظار را اعلام کند. محمد بن سلمان معروف به MBS پسر خبرساز ملک سلمان به عنوان ولیعهد عربستان انتخاب شد و سپس این تصاویر بی سابقه پخش شد. محمد بن سلمان جوان دست‌های محمد بن نایف ولیعهد قبلی را بوسید و محمد بن نایف هم برای او آرزوی موفقیت کرد. محمد بن نایف با عزت و احترام کاخ پادشاه را ترک کرد و رفت به کاخ خودش و از آن روز دیگر دیده نشد. نه خبری، نه مصاحبه‌ای و نه حضوری در مراسم و اتفاقات رسمی و غیر رسمی. از محمد بن نایف که زمانی به عنوان یکی از قدرتمندترین چهره‌های عربستان خوانده می‌شد، هیچ خبری نبود تا روز جمعه هفته گذشته که روزنامه نیویورک تایمز از دستگیریش خبر داد. ظاهراً حتی حبس خانگی و طولانی مدت این شاهزاده سعودی نیز برای پسر عموی ولیعهدش یعنی محمد بن سلمان کافی نبود. همزمان این شاهزاده هم دستگیر شد. احمد بن عبدالعزیز، برادر تنی پادشاه کنونی. و حالا روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که همه این دستگیری‌های خبرساز به دستور شخص محمد بن سلمان انجام شده، کسی که به دلیل پیری و بیماری پدرش مدت هاست که کنترل امور روزمره عربستان را به دست گرفته و سوی رسانه‌های غربی به عنوان حاکم دوفاکتو یا غیر رسمی عربستان معرفی می‌شود. اینطور که گاردین نوشته، شاهزاده هایی که دستگیر شدند در تلاش بودند تا جلوی شاه شدن محمد بن سلمان را بگیرند. اقدامی که برای دستگیری به اتهام خیانت کافی بود و البته رسانه های عربی از آن با نام برنامه ریزی برای کودتا نام میبرند. روز دوشنبه هم این تصاویر منتشر شد که در آنها ملک سلمان دیده می‌شدند و ظاهراً تلاشی بود برای رد شایعه مرگ او. حالا که ملک سلمان زنده است و پسرش هم ولیعهد است، دیگر شاهزاده‌ها چگونه می‌توانند جلوی شاه شدن محمد بن سلمان را بگیرند؟ پاسخ در نهاد نوپایی است به نام شورای بیعت. این نهاد در سال 2007 میلادی تأسیس شده و تنها 13 سال قدمت دارد. ابتکاری بوده که ملک عبدالله در غیاب قوانین مدون جانشینی به ذهنش رسیده و کارش انتخاب ولیعت است با رأی اکثریت 35 عضو آن. حالا این 35 عضو شورای بیعت چه کسانی هستند؟ آنها هر کدام یکی از 35 پسر ملک عبدالعزیز یا ابن سعود بنیانگذار عربستان سعودی را نمایندگی می کنند. از میان پسرانی که زنده هستند، 4 نفرشان خودشان به شکل مستقیم در شورا حضور دارند و باقی نوه های ابن سعودند، هر کدام به نمایندگی از 1 پسر. در واقع این کشور به رغم ظاهر امروزی و درآمد سرشار نفت، صاحب یکی از سنتی ترین حکومت های جهان است که قدرت به شکل چندلایه و به شدت متمرکز در دستان اعضای خانواده است که هم نام کشور است. آل سعود، یکی از خانواده‌های قدرتمند شبه جزیره عربستان که موفق شدند در قرن 20 سرزمین‌های مختلف این منطقه را زیر کنترل خود درآورند و کشور عربستان سعودی را تأسیس کنند. به رهبری این مرد، عبدالعزیز بن عبدالرحمن، از نوادگان دور سعود اول که بعد از سالها جنگ موفق شد در سال 1932 میلادی عربستان سعودی را تأسیس کند. او بعد از مرگش جایش را به پسر نخستش داد، ملک سعود. اما نارضایتی خانواده از پادشاهی ملک سعود موجب شد تا پسرهای خانواده دور هم جمع شوند و به شکل مسالمت‌آمیز او را مجبور کنند که از پادشاهی کنار بکشد و جایش را به یکی دیگر از برادرها بدهد، ملک فیصل. ملک فیصل 9 سال شاه عربستان بود و توسط یکی دیگر از اعضای خانواده ترور شد. برادرها باز دور هم جمع شدند و یکی را از میان خودشان شاه کردند، ملک خالد. ظاهراً مسئله انتقال قدرت به فرزندان یکی از این شاهان حساسیت بزرگی داشت و این روش همچنان دنبال شد. ملک فهد و بعد هم برادری دیگر به نام ملک عبدالله پادشاهان بعدی بودند و بالاخره در دوره ملک عبدالله بود که مسئله جانشینی و معمای اینکه چه باید کرد مطرح شد. چون در این زمان 2 شاهزاده که به عنوان ولیعهد انتخاب شدند آنقدر پیر بودند که قبل از شاه شدن از دنیا رفتند، شاهزاده سلطان و شاهزاده نایف. وقتی نوبت به ملک سلمان یعنی شاه کنونی رسید، دیگر بیش از هر زمانی مسئله انتقال قدرت به نوه ها مطرح بود.
اگرچه در ابتدا باز یکی از برادرها به عنوان ولیعهد انتخاب شد، اما در این حال برای نخستین بار یکی از نوه ها هم به عنوان معاون ولیعهد برگزیده شد، محمد بن نایف، پسر نایف بن عبدالعزیز که دهه ها وزیر کشور بود و به رغم نفوذ و قدرت خارق‌العاده‌اش هرگز نوبتش به تخت شاهی نرسید. اما ارتقای چهره این شاهزاده به سیاست عربستان آرام آرام چهره سراسر این کشور را متحول کرد. اول از همه مقرن بن عبدالعزیز برکنار شد و محمد بن نایف ولیعهد شد و سرانجام 2 سال و 7 ماه پیش محمد بن نایف هم برکنار شد و در حصر خانگی قرار گرفت. او همان کسی است که حالا همراه با یکی از برادران ملک سلمان به نام احمد دستگیر شده که به دلیل سنش میتوانست ریاست شورای بیعت را به دست بگیرد. محمد بن سلمان در این ساختار قبیله‌ای و سنتی راه آسانی برای رسیدن به قدرت ندارد. آنطور که گاردین در روز سه‌شنبه نوشته، ایده شاهزاده‌های دستگیر شده این بوده که از طریق شورای بیعت جلوی به قدرت رسیدنش را بگیرند، چرا که احمد بن عبدالعزیز عموی پیر ولیعهد به دلیل سن بالایش میتوانست ریاست این شورا را به دست بگیرد. و البته هنوز منطقی ترین گزینه برای جانشینی محمد بن سلمان هم پسر عموی محصورش محمد بن نایف خواهد بود. سناریویی که میتواند همه رویاهای عمری پادشاهی ولیعهد جوان را یک شبه نابود کند و البته نشانه ایست از چالش‌های تمام نشدنی MBS برای قبضه کامل قدرت. کیوان حسینی، BBC. طیبه احمدی یک مهاجر افغان است که سال گذشته در اتریش به عنوان مانکن سال برگزیده شد. از او حالا برای مجلات مختلف عکس برداری میشه و برای ارائه جدیدترین لباسا به کشورهای مختلف سفر میکنه. بامداد اسماعیلی در آلمان با طیبه ملاقات کرده و این گزارش رو فرستاد. صحنه شوتینگ در یکی از لوکس ترین هتل های شهر دوسلدورف. طیب احمدی ساعت هاست که برای این شوتینگ با لباس ها و آرایش های مختلف جلوی دوربین حاضر می شود. بسیار خوشحال هستم و شوتینگ اول من بسیار خوب تیر شد و همچنان پر از انرژی هستم برای شوتینگ های بعدی. اما قبل از اینکه به شوتینگ های بعدی برسیم، 7 ساعت به عقب برمی گردیم. امروز طیبه احمدی برای ارائه جدیدترین محصولات آرایش لیلا حمیدی، چهره پرداز ستاره ها به آلمان آمده است. لیلا حمیدی هم اهل افغانستان است و سال هاست که با چهره های مشهور دنیا کار می کند و آنها را آرایش می کند و برایشان لباس انتخاب می کند. او حالا مدتی است که محصولات آرایش خود را به بازار داده است و می خواهد آنها را در 1-2 هفته آینده نیز به افغانستان ببرد. لیلا حمیدی برندش یعنی یک قدرت و انرژی زنای افغانستان است که بدون از این که اونا یک کسی دسترشان یک دست کشیده باشه یا دلسوزی شده باشه، دستر پای خود استاد شده و علت از این است که میره در افغانستان میخواهم که ببرم ایست که زنای افغانستان باید امو قدرت و انرژی را در وجود خودشان پیدا کنن. وقتی که تنها کاسمیتیک نیست یا تنها یک میکپ نیست و این مسیج از این داره که وقتی که یک زن پیش آینه استاد میشه و خود آراسته میکنه، خودش بر خود یک انرژی میتر در آینه و او انرژی را استفاده کنه و او در خانه خود خوشبخت باشه. طیب احمدی 5 سال پیش به عنوان پناهجو به اتریش آمد. او 23 ساله و اهل افغانستان است و در مشهد متولد شده است. من همیشه آرزوی مدل شدن را داشتم، ولی بعد از اینکه من به اتریش مهاجرت کردم، در یک جای کار کردم و کل همکارای من برای من میگفتن که فیس تو یا اندام تو برای مدلینگ بسیار میزیبا و برای من گفته بودن که یک بار امتحان کن، شاید که مثلا یک شانس خوب داشته باشی. طیبه خود را در 2 آژانس مدلینگ در اتریش و آلمان ثبت نام کرد و قبول شد. سال گذشته در شو تلویزیونی اتریش به دنبال مانکن برتر می‌گردد شرکت کرد و اول شد. اولی که وارد اروپا شده بودی، وارد اتریش شده بودی، چطور بود برات؟ من سال 2015 قبل از اینکه یک سیلی از جمعیت بود، من قبل از او آمده بودم و بسیار برای من مهاجرت سخت بود، بسیار برای من طولانی بود و
جدا از اینکه یک استرس جسمانی داشته باشی، یک استرس روحانی داری. و برای من یک گفته اتریشی یک بلاستنگ بود، یک فشار روحی برای من بود. تقریبا 3 ماه در یک هایم بودم و بعد از او دوباره 3-4 ماه دیگه هم در یک هایم دیگه بودم. بعد شروع کردم زبان یاد گرفتم، آلمانی خود بهتر کردم، کار پیدا کردم و به ایده آمدم که میتونم مدل شوم و فهمیدم که در این زمینه استعداد دارم. یکی از بزرگترین آرزوهای ما بود که همراه لیلا جان حمیدی با هم یک شوتینگ داشته باشیم و اینکه لیلا جان حمیدی همیشه یک الگوی ما بودن و هستن، چرا که ما یک نکته مشترک داریم، یک وجه مشترک ما است که هر دوتای من خانمای افغان هستیم و اینکه هر دوتای من در خارج از کشور زندگی میکنیم و ما مدل هستم و لیلا جان حمیدی استایلینگ در آلمان است ولی خانم افغان بسیار موفق هستند. بله، یک چیز واضح است که مدلینگ برای فرهنگ ما زیاد کار جالب نیست، ولی من فکر میکنم که یک تصمیم شخصی یک کس هست و مربوط به خود فرد میباشه. طیبه احمدی اولین پناهجویی است که در یک شو تلویزیونی انتخاب مانکن برنده شده است. میگوید با آنکه مدت کوتاهی است که از یک دنیای معمولی وارد دنیای پرزرق و برق مد شده است، به این دنیا عادت کرده است و مرتب در سفر است. او میگوید عاشق این شغل است و با آنکه شاید روزانه 14 تا 15 ساعت کار میکند، همه چیز برایش همچنان لذت بخش است. بامداد اسماعیلی، دوسلدورف، آلمان. هرچه طیبه زیبا و جذاب بود، ما در طول چند ماه گذشته در این استودیوی سبز خودمون بد به نظر می رسیدیم. این آخرین اجرای 60 دقیقه در این استودیوی موقت هست. از فردا برنامه دیدنی‌تر، جذاب‌تر و با کیفیت‌تر خواهد بود از استودیوی جدید. در ماهایی که در این استودیو بودیم بسیار تلاش کردیم که عیب‌هامون رو از شما پنهان کنیم. یکی از اونها دیوارهای سبزی بود که شاید شما پشت سر ما حالا میبینید. وضعیت ما این بود. اگر براتون سوال پیش اومده بود، از فردا با استودیوی جدیدمون و امیدواریم که زیباتر باشه اون چیزی که فردا خواهید دید. شبتون خوش.